رادیوی افغانستان، 7 ثور سال 1357. یارلسو و پنځوسم کال د ثور یا د غوی د میاشتې د ومه نیټه زما دومره په یاد ده چې زه په هغه کال باندې د ښوونځي په اووم ټولګي کې ومه او زه په کور کې ومه. نو زما پلار د خدای وبخښي هغه یوه راډیو لرله، هغه د خبرونو سره ډیره لیوالتیا لرله. هغه چې سهار نه راډیو چالانه کړه، په راډیو کې د اتڼ نغمې چالانې وې. نو هغه نه پوهېږم چې درې څلور نغمې دي که څو دي، خو یوه نغمه به ختمېدله، بله به یې ورچوله. دې کې ماسپښین تقریبا 11 بجې شوې، 2 بجې شوې، 11 بجې وې. دا نغمې همداسې روانې وې. زما پلار دې خدای وبخښي هغه وویل چې پاس په حکومت کې کوم بدلون راغلی دی، کومه کیسه شته. ترکی گفت که چون تمام عمرش در رادیو تیر شده، رادیو رو با کنترل ازی مگذاریم و رادیو هنوز نشرات عادی خود میکرد و ما دستور دادیم که موسیقی بگذارن و موسیقی سر به سر که مردم بشنم میفهم پروگرام های عادی اخلال شده، یک چیز در کابل رخ داده. مردم ما از پنجا به این طرف نشی گفت برازی را تایی بودن. بعد از 10 ساعت از آغاز انقلاب، اعلامیه پیروزی انقلاب به نشر رسید که خلقهای سراسر کشور محبوب ما. حفیظ الله امین نخستین صدای هفته ثور به قول خودش انقلاب را از رادیو اعلام می کند. نظامی انقلابی شورا اعلامیه اسلام و تنجار در زردار و در قوا و جگران امرد. سلیمان لایق میگوید امین را ترکی و من کردیم، ولی او بسیار شور و هیجان داشت و با وجود مخالفت این کار را در یک جشن به هم زدن انجام داد. سپس اسلم و تنجار، همان نظامیی که شانه به شانه داوود نیز برای براندازی شاه کوشید، اعلامیه را میخواند. ظلمی زن نپارا به تاریخ چیز سلطنت ظلم استبداد رستمی بخایا او نادر خان دی کورانه قدرت پایتا ورسید. آنها چه زمانی وارد ساختمان رادیو شدند؟ ساعت 11:15 بود که در استودیوی که ما کار میکردم تصادفاً کلکینایش در بیرون میشد کواس باشه و ببینه در ادالیزه. متوجه شدیم که یک تانک داخل شد. تانک داخل شد، بین خود گفتن که این تانک اسلم و تنجار است. به تعداد 30-35 نفر اساکر آمدن، موتور شتاب زده آمدن، هر کدام تقسیم شدن در هر بخش. ای بخش تکنیکی بود، بخش نشراتی ما پشت تعمیر است و نمیفهم کجا چی حادثه بود. اینجا آمد فقط میسودوی ما اولا مثلا میسودوی 49 همگی باید برای بیرون. گفت شما برین، 2 نفر کار است، یکی برای ثبت، یکی برای نشر. تلویزیون نبود، تنها رادیو بود. بعد از اول آمد که نفرای نشر و کارمندای رادیو بیای سر کار خود. ما که آمدیم باز تا
همین نغمه اتن و فرزن اسلام وطن جارو اینا آمدن داخل رادیو شدن و اعلامیه دادن و چک چک و اعضای کابینهشان داخل استودیو آمدن. بعد از او در کابل رادیو محل کماندی انقلاب تأسیس شد. رادیوی افغانستان وقت، تنها ترین و مهمترین پایگاه اطلاع رسانی آن زمان. 7 ثور سال 1357، 40 سال از این رویداد تاریخی در تاریخ افغانستان می‌گذرد. روزی که به قول خودشان انقلابیون در نخستین لحظات ساختمان رادیوی افغانستان را تسخیر کردند و این بود یک سرفصل تازه برای مردم افغانستان. 7 ثور چطور رقم خورد؟ میرکبر خیبر، خیبر کی بود؟ میرکبر خیبر نظریه پرداز و تیوریسین برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان پرچمی و مسئول کمیته نظامی حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیش از انشاب بود. حزب پس از اندی بعد دو شاخه تقسیم شد، خلق و پرچم. پس از انشاب، حفیظ الله امین مسئول کمیته نظامی حزب از جناح خلق می شود. اتحاد مجدد شاخه خلق و پرچم با نفوذ شوروی و حفیظ الله امین همچنان رئیس کمیته نظامی باقی می ماند. 26 حمل سال 1357، میرکبر خیبر به شکل مرموز ترور می شود. اکبر خیبر با پیگیری بر بقا خاطر نشان می ساخت که سکوت مردار موجود سیاسی را باید سپس. مراسم خاک سپاری به یک اعتراض خیابانی مبدل می شود، از رهبران حزب دموکراتیک تا تمام هواداران در روی خیابان. از این جهت ما در پیشگاه آرامگاه رسیم به شنگی خیش، یک بار دیگر سوگند خود را در مبارزه مرگ و زندگی علیه فدا و امپریزم تجدید می نماییم. به زبان رسا ایران می داریم رفیق خیبر، خلق افغانستان انتقام تو و دیگر خمدتنان شهید تو، عبدالرحمن ها، عبدالقادر ها، فاتحزادی ها، دیمامت ها، نیازمت ها را خواهد کرد. شعار آن روز، انتقام خون خیبر را میگیریم. شعار علیه داوود. شام همان روز، دستور بازداشت سران حزب. یکی از رهبرهای امینا نمیفهم کسی کشته بودیش به نام میرکبر خیبر، دو روز قبل از طریق امی رادیوی افغانستان اعلان شد که امی رهبرها به نام های تخلص و نامشان اعلان شد، اینا زندانی شدن. تنها کسی که توقیف او به نحوه به تعویق میفتد حفیظ الله امین. حفیظ الله امین با استفاده از همون چند ساعت دکمه آغاز را فشار میدهد. آوره ای ملگرو، دمدم صبح 7 ثور طوری که صدای گلوله سبک شنیده می شود، حالا امین به نظارت خانه آورده شده است. سلیمان لایق در دهلیز نظارت خانه با او روبرو می شود. چند فایر شد و من نمی فهمیدم که فایر با ما کدام تعلق داره یا برای حوادث تعلق داره. خوب گپاست، شهر کلان است، کدام تیاره انداخ کده یا کدام تو. باز من ضرورت تشناب پیدا کردم و دروازه را به سختی به پالو گشتم. بسیار اتاق باریک بود، دروازه را تک تک کردم. پیردارهای که دیگه خود صدا کردم، گفتم من تشناب پیرم، دروازه را وا کردم برآمدم. امی حفیظ الله امین هم در اون وقت
صبح بازی آمدن بود. صبح ایران آورده بودن. شما دیدین افیزا ایره دیدم که تیر شد طرف من سعی کرد و دمی سعی خود مرا گفت که مشنوی آوره ملگره بسابر یه قوی مشنوی. ما بازم نفهمیدم آدم یه پند دیگه ما یک در دیر فام هستم دستش ناب که پس گشتم دیگه فیش باز ایره ما ندیدیم همون دوسیه گفه زد مشنوی بسابر یه قوی. به ساعت 4 بجه رهبران حزب دموکراتیک خلق به شمول نور محمد ترکی و ببرک کرمل اینا توسط تانکستان از نظارتخانه ولایت کابل نجات داده شدن. سال 56 که عسکر بودم در درشخور اونمو سای منصبای ما کلش داخل رادیو آوردن و در تکه رادیو یاره خلی سلا ساختن. نو بجه خود ترکی از این نشر آمد بالا شعبی ارزیابی اینجا سر یک کوچ کنه استراحت کرد تا صبح. شب 8 سال تصمیم آخر. امین دستور داد تا وارد ارگ قصر گلخانه شویم. در او وقت حفیظ الله امین برای ما کمانده داد که شما توسط کماندو و قوتهای زرهدار خود بالای ارگ جمهوری حملور شوید. نیروی هوایی خواجه‌رواش هم طور خاص بگرام اینا هم به طرفداری انقلابیون جنگ را ادامه دادن. طور خاص قصر گلخانه، آرامسرای و دلکشا ای بمبارد شد. داود خان در آن روز در ارگ چه می کرد؟ تاریخ می گوید که داود خان با کابینش جلسه ای را برگزار کرده بود و قرار بود درباره سرنوشت رهبران حزب که در توقیف بودند تصمیم آخر گرفته شود. ما به ساعت 5 بجه صبح یعنی به تاریخ 8 می‌ثور تا روز خود را بالای ارگ جمهوری شروع کردیم و به ساعت 6 بجه صبح توسط یک گروپ کماندو قصر گلخانه را وقتی که محاصره کردیم از داود خان خواهش شد که تسلیم شوند. ولی داود خان قبول نکرد، گفت ما تسلیم نمیشیم. رو به رو سر کماندوهایی که موجود بودن فایر کردن. بعد از او قدمی دوم گروپ کماندویی ما هم به خاطر دفاع از خود و حفظ جان خود فایر کردن و داود خان با امرای کسایی که امرایشان موجود بودن از بین رفت. گران عزیزان، ز و تاسته د زړه له کومې اول ستړې مسی وایم، د زړه له کومې تاسو ته د دې ستر انقلاب مبارکي وایم. دا انقلاب د خلقو انقلاب دی. دا انقلاب د یو داسې داسې طبقو دی چې هغه زیارېستونکي دي، یعنی کارګران، بزګران او نور زیارېستونکي شیبلی، سلطوری، وژی، تزی، بربن دا دی هاو خلق دی پار دا انقلاب سوی دی او دی هاو دی پار با کار بود. خلاص دا درتوائیم که سهار پشپش بجی یعنی پر 12 بجی و 15 دقیقه اولین پیر سوی و پر دی پنجشنبه پورت او دی سهار دی جمعه پا سهار پشپش بجی ظالمان و تکمیلین او دا طول زمان زبلال. Thank you.
ما از طریق رادیو شنیدیم که رژیم انقلابی که نو به وجود آمده بودن اونا اعلان کردن که ارگ برای تمام خلق باز است، میتونن بین از اموالی که رژیم علی ایا به اصطلاح به غارت بردن اونا رو به نمایش گذاشتن. من خودم به یادم میاد که رفتم در اونجا و تماما گپا رو دیدم. از رفیق بزرگ امین صاحب خواهش می شود تا بیانیه افتتاحیه‌شان را ایراد کند. هورا! انقلاب ظفر آفرین ثور که بر رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان دساتیر و رهنمودهای خلاق و دارای تسلسل منطقی رهبر و رهنمای پر افتخار انقلاب سرقومندان اعلای قوای مسلح افغانستان منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان رئیس شورای انقلابی و صدر اعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان رفیق نور محمد ترکی حزب ما و شما، دولت ما و شما میخواهی اینا را اینطور تربیه کنه که برای خلق افغانستان تجدید تربیه تجدید به این ترتیب حزب دموکراتیک خلق افغانستان با شعار کور، کالی، دوده زمام امور را به دست گرفت. What the new regime will try to do under intelligence here, not youth, intelligence. So that they take interest in the affairs of the country. Yes. But we want to re-educate them in such a manner that they should think about the people of Afghanistan, not as previously just for themselves. To have a house somewhere, good house, a good car, nice car, and for himself, and let other people die of hunger or hunger or something. We don't want such an intelligence yet. اما نقش رادیوی افغانستان یگانه رسانه وقت در پیروزی این رویداد تا چند اندازه بود؟ من برای داوود خان بایی که آدمی بود که نفوذ داشت در اردو امکانات وسیع تر داشت، لیکن رادیو برش بیش از اردو کار کرد و همه طور برای ما و تاثیر وسایل اطلاعات جمعی از یک اردو کرده بسیار قویست. یگانه منبع نشرات در اول رادیو افغانستان بود، تمام تبلیغات حزبی بود. رادیویی که شاهی را جمهوری و جمهوری را سرنگون کرد. ما در سال 1352 26 سرطان 52 یادم است که ما در خانه ششته بودیم که او وقت تلویزیون در اختیار کسی نبود و از طریق رادیو و نطاقم که خدا معرفی کرد غلام قوس خیبری نام خود گرفت و اولین بار از زبان از او شنیدیم که سردار محمد داوود خان به دوره سلطنت پایان داد و جمهوری اعلان کرد. هموطنان عزیز، باید به اطلاع شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدیدی که عبارت از نظام جمهوریت است و با روحیه حقیقی اسلام موافق است جاگزین آن کردید. رفقای من و من از صمیم قلب این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را به شما تبریک میگویم و آن را
برای سعادت سرفرازی افغانستان و ملت افغانستان مسعود و میمون میخواهم. هشت ثور سال 1371 حکومت از سوی خود حزبی ها و مجاهدین واگذار می شود و این از سوی رادیو و تلویزیون اعلام می شود. به نمایندگی از تمام قوای مسلح ایجاد دولت اسلامی افغانستان را خیر مقدم گفته طرفای پیشین بود صد دقیق به یادم نیست لباسای مزین که خودشان هم وقت لازم داشتن به لباسا آمدن و نشرات هم آنچه که خودشان لازم میدانستند هم وقت نشرات هم به زحمت خود عیار ساختن از ریلا و موادهایی که ما داشتیم و تعداد ترانه‌ای که مجاهدین خوانده بود ترانه‌ای جهادی بود و را به نشر گرفتن و آمدن شروعش امی بود. محترم پروفیسور سبقت الله مجددی رئیس شورای موقت اسلامی در حالی که اعضای شورای جهادی نیز حضور داشتند امروز در مراسم خاص اشتراک ورزیدند که طی آن زمام امور افغانستان از رژیم سابق با دولت اسلامی افغانستان تسلیم داده شد. 5 میزان 1375 مای میزان بود دیگه مای میزان بود بازمی یک موتر داستان آمد 3-4 نفر طالبا در بینش بود بازمی لودین زب در مقابل از وا یک آیت قرآن شریف خواند و وا دیدم گفتن در خطور مسلمان هندی باز یکی 2 نفر از کسایی که از طالبا بودن باز برای ما گفتن که چی از برای نشد گفتیم اینها رو داریم ما همون صدای طوله را که شنید گفتن که خو ناروا هست گفتم چیزی که شما لازم ببینید من گفتم حیطان ملی رو بیاریم گفت پس نور با دنگ نشر نسی در شریعت غاق رادو گران و اوریدون گفتن رایی در هر چه دمخه در طالبان و در اسلامی تحریک او در مخالفی نکتر منز در شخری پوباب چه معلومات را بلایی خوشانه بزن و امروز رادیوی پیر حکومت ریز و حکومت ساز در میدان رقابت تنگا تنگ رسانه های آزاد در افغانستان پس از طالب در انزوا و فراموشی عمیق نفس می کشد.